همکیشان عزیز، اعضای محترم کنیسای نسخ، شالوم. در جلسه گذشته راجع به روابط ملت یهود با پادشاهان هخامنشی، مخصوصاً کورش کبیر که اجازه داد به سرزمین خود برگردند، به بیت‌المقدس آباد بکنند، صحبت کردیم. ولی سلسله هخامنشیان در سال 322 قبل از تاریخ میلادی به وسیله اسکندر مقدونی منقرض شد. نکته را من بایستی تذکر بدهم که اسکندر، مخصوصاً پدرش فیلیپ، سعی کرد تمام پادشاهان مختلفی که در یونان بودن آنها را متحد بسازه و اسکندر پسرش اون ایده پدر رو شروع کرد پیاده کردن و هدفش این بود که بیاید و تمام شرق رو بیاد مسخر بشه، بگیره، نه مثل سایر کشورگشایان. سایر کشورگشایان در زمان قدیم هدفشان دو چیز بود: غنایم به دست آوردن و مردم مغلوب رو به صورت برده یا فروختن یا از اونها مالیات گرفتن. ولی اسکندر چون 16 سال تحت آموزش ارسطو بود، ارسطو بزرگترین فیلسوف یونانی، و چون یونان از لحاظ تمدن تکنولوژی و همچنین از نظر فلسفه و علم برتر از همه دنیای اون روز بود، اسکندر با این ایده به شرق آمد که شرقیان را، که اونها را بهشون میگفتن بربر، اونها را بیاد و متمدن بسازه. هدف این بود که تمدن یونانی رو، فرهنگ یونانی رو، خدایان یونانی رو بیاره در شرق و مردم رو متمدن بسازه. آنچه که اتفاق افتاد، اسکندر در سن 30 سالگی مرد. بنا به نوشتار چند تاریخ نگار یونانی، بعضی ها میگویند او را مسموم کردند، ولی آنچه که مشخصه، اسکندر در زمان حیات خودش در حدود 20 شهر یونانی نشین رو در شرق به وجود آورد، یونانی ها را آورد که نمونه باشن برای ملت های دیگه، و اکثر اونها اسمشون اسکندر بود یا اسکندریه، یکی از شهرهایی که همین امروز هم در مصر اسکندریه معروف هست، از کارهای اسکندر بود. آنچه مشخصه، اسکندر بعد از اینکه میمیره، امپراتوری عظیم او بین 3 تا از جنرال‌های او تقسیم میشه. مصر رو به بطالمه میدن، جنرال یونانی بود، و شرق را، سرزمین یهودیه را، تمام خاورمیانه را به سلوکی ها میدن. سلوکوس اسمش بوده، بعدا اینا پادشاهان سلوکی هستن، پادشاهان بطالمه هستن در مصر، و ایران رو یا تمام آسیای صغیر رو به یک فرمانده دیگری به نام پرگامون دادن. حال آنچه مشخصه، وقتی که یونانی ها آمدن و در سرزمین ارض اسرائیل، در شهرها، در یروشلایم، در شهرهای دیگر ساکن شدن، با خود چی آوردن؟ با خود خدایان خودشون آوردن، بت‌های خودشون را. در حقیقت البسه یونانی، زبان یونانی،
خوراک یونانی و متاسفانه عده‌ای از یهودیانی که در طبقات بالای جامعه بودند، ثروتمندان، به این آداب و رسوم و فرهنگ و مذهب یونانی جذب شدند. دیدن که در اون میسوا وجود نداره، عمل وجود نداره، آسونه، همه چیز را آسون میگیرن، از فرد، از پیرو، عمل مشخصی که کدوشایی باشه یا فرض کنید تقدس باشه از اون نمیخواهند. بنابراین خیلی ها جذب شدن به این طریق زندگی، طریق مذهب، ولی عامه مردم ابدا هیچ کششی نسبت به این فرهنگ و تمدن نداشتند. یونانی ها آمدند و در ارسیستر، در یروشلایم، در یکی از شهرهای دیگر جیمنازیون درست کردند. جیمنازیون مرکز حیات فرهنگ یونانی بود. در این جیمنازیون یکی از کارهایی که انجام میشد، مردان لخت و عور بدون اینکه ستر عورت بکنند در مسابقات مختلف شرکت میکردند و متاسفانه عده‌ای از یهودیان هم میخواستند که در این مسابقات شرکت بکنند، ولی مسئله ای که داشتن مسئله میلا کردن بود، میلا که متفاوت بود در حقیقت، و اینها میرفتن با زجر بسیار تحت عمل جراحی خود را قرار میدادن که نشون بدن مثل سایر یونانی ها هستن تا بتوانن در این مسابقات شرکت بکنن. برای یونانی ها زیبایی بدن خیلی مهم بود. خیلی جالبه، در یکی از جنگ های که یونانی ها قبلا داشتن یک افسری شکست میخوره، فرمانده لشکر او رو میاره و در ارتش همیشه یک دادگاهی وجود داره، دادگاهیش میکنه. در دادگاه وقتی که از فرمانده میپرسن چرا در فلان جنگ شکست خوردی، افسر بلند میشه و روب خودش رو، لباس خودش رو عقب میزنه و اینها میبینن به چه بدن ورزیده و زیبایی داره. قاضی ها گفتن صاحب چنین بدنی، چنین زیبایی نمیتونه آدم بدی باشه و کارهایی انجام بده که روی بدتینتی باشه، و او رو میبخشن. تا این حد اهمیت به ظاهر میدادن و متاسفانه عده‌ای که به اینها جذب شدن تمدن هلنیزم، یعنی علاقه و جذب شدن به تمدن و فرهنگ یونانی رو بشه گفتن هلنیزم. اینها نه تنها در طبقات بالای جامعه، بلکه متاسفانه در بین کاهن ها هم حتی اسم ها رو، یکی از دیگر از مسائلی که ما داشتیم مسئله چی بود؟ اسم های یونانی، زبان یونانی. اکثر مردم زبان آرامی صحبت میکردن، ولی زبان یونانی شد زبان رسمی، زبانی که مکاتبه میکردن. در طبقات بالا میبینیم آمد و رفت ها در جشن ها و شرکت کردن در جشن ها و از خوراک اونها خوردن، خوراک اونها بیشتر خوک بود و تمام اون فساد اخلاقی که در ذات این فرهنگ بود میبینیم عده‌ای از این طبقات بالای یهودی یاد گرفتن. اما عامه مردم وفادار به تورا بودند. عامه مردم نمیخواستند پیرو این فرهنگ و این طریق و این سنت ها و روش باشند. در شهرک های کوچک و حتی در خود یروشلایم میبینیم مردم مخالف بودند. آنچه اتفاق بیفته همیشه بیده این پادشاهان سلوکی و بطالبه که در مصر بودن همیشه جنگ بود، یکی دیگری را میخواست ببله و اسرائیل در این وسط بود. گاهی موقع تمایل داشت که به طرف
مصر بره، که وقت تمایل داشت به طرف سوریه بره، از اونها اونها او را حفاظت بکنن. و اکثر پادشاهان سروکی را بهشون میگفتن انتیاخوس. انتیاخوس یک لقب بود، مثل فرعون یک لقب بود و اسم دومی داشتن. انتیاخوس اول و دوم و سوم تا چهارم میرسیم. انتیاخوس چهارم اسمش انتیاخوس اپیفانس است. این وقتی که به سلطنت میرسه سعی میکنه که با مصر بجنگه، بلکه مصر بگیره، ولی موفق نمیشه، شکست میخوره، برمیگرده. در حال برگشت از راه کشور اسرائیل، از راه یهودیه، میبینیم چون پول نداشته میاد گنجینه های بیت المقدس رو غارت میکنه و این به مردم خیلی برمیخوره. و بجز این انتیاخوس اپیفانوس، بعضیا نوشته انتیاخوس اپیمانوس، یعنی آدم دیوانه، یک حالت جنون در او بود که چیز کارهای عجیب و غریب میکرد. میرفت با آدم های سطح پایین جامعه، میرفت در حمام کف سر اونها میریخت، گاهی وقت به مردم پول میداد، سکه طلا میداد، گاهی وقت سنگ ریزه به آنها میداد. این اعمالش بسیاری از مردم رو در عجب میکرد که این آیا مشاعرش درست یا نه. ولی این مردی بود که دید اگر بخواهد کشورش رو یگانه بکنه، تمام جاها رو که گرفته، باعث همه تابع فرهنگ و زبان و تمدن و خدایان یونانی باشد. و در جایی که به دیوار محکم و آهنین برخورد میکرد، ملت اسرائیل بود. برای که خدای یگانه، تورا، اخلاق، تقدس، اینها در وجود تمدن یونانی نبود. بنابراین آمد و قوانین ضد مذهب و رفتار مذهبی را در اسرائیل برای اسرائیل ها وضع کرد که اگر میرا بکردن حکم مرگ داشت، شبات حق نداشتن نگه دارن، یا حق نداشتن غذای کاشر بخورن، حتی در بیت المقدس اومدن آلوده ساختن و خوردن خوک را اومدن ترویج دادن، ترویج بدن، ولی اونا اسرائیل حاضر نبودن. و میبینیم از سال 322 تا سال 176 قبل از میلاد، 155 سال، اکثر این انتیاخوس ها کاری به ملت اسرائیل از لحاظ مذهبی نداشتن. ولی انتیاخوس اپیفانوس وقتی که اومد قوانین را وضع کرد، دیگه صبر ملت به اتمام رسید و میبینیم این دوگانه شدن ملت، عده دوستدار تمدن یونانی، یکی علیه اون، و اونها که دوستدار تمدن یونانی بودن متاسفانه از سربازان و قدرت پادشاهان سلوکی برخوردار بودن و عوام مردم قدرتی نداشتن. تا اینکه میبینیم در مدعین، این شهرک کوچک نزدیک یروشلایم، کاهنی، کاهن پیری، علم طغیان رو، شورش رو، انقلاب رو بلند میکنه. یونانی ها برای اینکه اکثر مردم رو آلوده بسازن، با فشار بت‌های خود رو به تمام شهرک ها، دهات ها، شهرهای کوچک میبردن، مردم رو جمع میکردن و از اونها میخواستند که سجده بکنن، از اونها میخواستند که زندگی یهودی خودشون رو تغییر بدن. البته این کار رو با قدرت زور، با قدرت سربازهاشون انجام میدادن و ملت حاضر نبود زیر بار بره. تا اینکه میبینیم در شهر مدعین کاهن بزرگی علم طغیان رو بر میداره و اون کسانی که آمده بودن مردم رو وادار بکنن که سجده بکنن، میبینی به آنها حمله میکنن، خودش با فرزندانش، مردمی که در اونجا هستن، اونها رو از بین میبرن، بت رو میشکنن. و از اینجا نهضت مکابی، نهضت خشمناییم شروع میشه که در جلسات آینده به تفصیل راجع به
متتیاکو انگادول که پدر این فرزندانه و هر یک از فرزندانش و عاقبت اونها مخصوصا یهودا مکابی و این انقلاب به چه صورت به چه صورت در آمد و کیها بودن که اون رو برای مدت زیادی تبدیل کردن به استقلال ملت اسرائیل در سرزمین خود و عواقب بعدی که ما راجع به اون صحبت خواهیم کرد و امیدوارم شبات خوبی خواهید داشت. شبات پارشت خیه سرا، شبات شالوم.